بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به شما محصلین عزیز، با امید صحتمندی و موفقیت شما خدا کنه دارای صحت کامل باشین. در سبه عزیز، موضوع امروزی ما امینو دفشنسی یا فقدان سیستم معافیتی است. خب در سبه عزیز، یکی از موضوعات امروزی که بسیار سرش بحث میشه ویروس کرونا است، و شما شنیدین که میگن کسایی که معافیت قوی داره، سیستم معافیتیشان بلند است، در مقابل این میکروب خوب مقاومت نشان داده میتونه و این قدر سر زیاد تاثیر نمیکنه، و کسایی که سیستم معافیتیشان ضعیف است یا نمیتونن که در مقابل امی ویروس کرونا خوب مقاومت از خود نشان بده، به خاطر ویروس کرونا حالا میگن که از ویتامین سی ها بیشتر استفاده بکنین، از زنگ استفاده بکنین، چون ویتامین سی و زنگ باعث تقویه سیستم معافیتی ما میشه. خب اگر یک قسمت از سیستم معافیتی ما نباشه، یا ای که امو سیستم معافیتی ما نقصه داشته باشه، نتونه وظایف خود را به طور احسن انجام بده، ای را باز بنام چیاد میکنیم؟ میگیم که امینو دیفیشنسی یاد میکنیم، و ای امینو دیفیشنسی در سوی عزیز به دو قسمه باشه، یکی پرایمری امینو دیفیشنسی است و دیگه هم سیکندری امینو دیفیشنسی. در پرایمری امینو دیفیشنسی یا کانجنیتال امینو دیفیشنسی، او فقدان سیستم معافیتی است که در به شکل ولادی به وجود میاد زمانی که یک طفل تولد میشه. از همون ابتدا یا چی دارن؟ نقیصه سیستم معافیتی داره. و دیگه هم سیکندری امین دفشنسی که کسبی یا اکوارد امین دفشنسی میباشه که به شکل کسبی به وجود میاد. خب در سبه عزیز، کانجنیتال امین دفشنسی چند موضوعی که سرش از بحث میکنیم، چهار موضوع، یکی بی سل دفشنسی، تی سل دفشنسی، کامپلیمنت دفشنسی و فاگوسایت دفشنسی میباشه که یا به شکل چی؟ به شکل ولادی امین دیفیشنسی می داشته باشن. خب از نظر کلینیک شما خودتان با خود تصور بکنین، اگر سیستم معافیتی ما ضعیف باشه، در وجود بدن ما چی با وجود می آید؟ اگر سیستم معافیتی ما ایج نباشه، در وجود در بدن ما کدام حادثه صورت می گیره؟ معلوم دار است که ما نمی تانیم که در مقابل میکروب ها از خود چی بکنیم؟ مقاومت نشان بدیم. مثال پیشتره که برای شما دادم که کسایی که سیستم معافیتیشان ضعیف است، در مقابل ویروس کرونا یا خوب مقاومت از خودشان داده نمیتونه. به این قسمی در سبه عزیز، در فقدان بی لنفوسایت ها اصلا شخص متکررن با باکتری های پاتوجنیک مثلا میشه. مثال از این، مثلا با کدام باکتری ها؟ باکتری های استفالوکوکس. و در فقدان وجرات تی لنفوسایت، اگر یک شخص به شکل کانجنیتال یا به شکل ولادی تیلم سویت دیفیشنسی داشته باشه، اینها با انتانات ویروسی، فنگس و پروتوزوا چی میشه؟ بیشتر محساب میشه. خب اول ما سر بی سل دیفیشنسی بحث میکنیم که بی سل دیفیشنسی که به شکل ولادی به وجود میاد، درسته به عزیز دو مرض در نظر میگیریم، یکی اکس لینگ هایپو گاما گلوبولینیمی است و دیگه هم سلکتیف امینو گلوبولین دیفیشنسی است. خب در سوی عزیز، در بی سل دیفیشنسی که اکس لینگ هایپو گاما گلوبولینیما است، در قسمت در سوی عزیز مشکل در کجاست و چطور بی سل دیفیشنسی بوجود میاد؟ خب در سوی عزیز میگه در این حالت تمام انتیبادی ها موجود نمی باشه. مثلا انتیبادی ایم نداریم، ما آی جی ایم هم نداریم، آی جی جی هم نیست، آی جی ای و آی جی دی. تمام انتیبادی ها در وجود بدن همین شخصی که اکس لینک هایپو گاما گلوبولینی میداره در وجود نمی باشه، و شما میفهمین که انتیبادی ها روز سرش دو لکچر قبلی بحث کردیم که چطور باکتری ها رو از بین میبرد به کدام میکنیسم و چطور ویروس ها رو نیوترالایز میکرد، که سر ازی بحث کردیم که چطور میکرد با در سیستم معافیتی ما چه رول داشت. هر دو حال، اگر انتیبادی ها نباشد، نصب عزیز انتیبادی IgM, IgE, IgD نباشه، طبعا ما در مقابل باکتری ها و در مقابل ویروس ها چی داریم؟ مقاومت نمی داشته باشیم دیگه. خب این در X-Link Hypogammaglobulinemia، X-Link
اکس ام کروموزوم اکس نشان میده، هایپو با معنای کم، گاما گلوبولین شما میفهمی آنتی بادی و انیمیا با خون، یعنی در خون ما در سبزیز آنتی بادی ما هیچ نیست یا ای که کم است. خب دیگه ای که در این حالت میگه مشکل اساسی در ایجاد در سبزیز، مشکل اساسی فقدان تایروسین کاینیز است. سایز او جینی که کل ساخت انزایم تایروسین کاینیز همیتا در او جین میوتیشن وجود داره. پس وقتی که تایروسین کاینیز ساخته نشد، حجرات بیسل به امو مچورشن و دیفرنتیشن خود نمیرسه، به پختگی خود نمیرسه، بخاطر از اینکه امی انتیبادی، بخاطر از اینکه بیسل خوب پخته شوه با خوب مچورشن بکنه، خوب تفریق فازی زیری بکنه، دیفرنتیشن بکنه، ما با تایروسین کاینیز ضرورت داریم در بونمون رو. خب با وقتی که تایروسین کاینیز نبود، پس بیسل چی میشه؟ به پختگی خود نمیرسه. در لکچر اولی معافیت حجروی و خلطی ما گفتیم درست به عزیز که پلوروپیوتین استم سل است که بازی پلوروپیوتین استم سل پد حجره کامن میالید و کامن لیمفوی استم سل تبدیل میشد. سایز و دیگه ای که درست به عزیز باز امو کامن لیمفوید پریژنیتور سل که بود درست به عزیز، از این چند حجره با وجود میاد؟ سه حجره، بی سل بود، تی سل و نیچرال کیر سل بود که بی سل اول به شکل پری بی سل است، بعد از او پری بی سل بازی با حجره پخته یا مشهور بی سل می رسید. خب در این حالت در سبز تایروسین کاینیز نبود که حجرات بی سل ما شوه پخته شوه، پس در این حالت حجرات پیش قدم بی نمسایت خواه وجود داره ولی حجرات پخته نیستن. مشکل این میشه که در نتیجه بی سل ما با پلازما سل تبدیل نشوه و پلازما سل انتیبادی ها را تولید نکنه و فقدان انتیبادی ها وجود آید. خب مشکل بیشتر هم گفتیم که در کروموزوم X چی داره؟ نقیصه می داشته باشه، میوتیشن در کروموزوم X است، تایروسین کاینیز ساخته نمیشه و در این اطفال اکثرا چی می باشه؟ اطفال مذکر است. چرا؟ در مؤنث نیست. دکتر صاحبای عزیز شما ببینید که مؤنث دو XX کروموزوم داره. سایز مؤنث دو XX کروموزوم و مذکر YX داره. سایز خب در اگر در این مذکر اینی اکس چی نقصه داشت خونه انتیبادی ها چی میشه؟ تولید نمیشه. و اگر مثلا در مؤنث اگر اینی اکس نقصه داشت اکس کروموزوم ما، خب این اکس دیگه سالم است، میتونه که او رو چی بکنه؟ تولید انتیبادی ها را بکنه و تایروسین کاینیز را بسازه. خب از نظر کلینیک اشخاصی که اکس لینک هایپو گاما گلوبولینی ما داره، از نظر کلینیک یا چی داره؟ متکرران انتانات باکتریایی دیادی نمیشه. مثلا در این حالت این شخص با اوتایتس میدیا یا امو التهاب گوش متوسط زیاد مبتلا میشه، دیگه هم ساینوسایتس و دیگه هم نمونیا اینی همرازی است که در این اطفال بیشتر چی میکنه؟ باوجود میاد در عمر چند؟ 6 ماهگی. چرا پیش از 6 ماهگی باوجود نمی آمد؟ چون در پیش از 6 ماهگی دوستان و عزیز انتیبادی جی از مادر به طفل انتقال میکنه که او دم 6 ماهی را معافیت میده و تداوی از یه هم گاما گلوبولین است. بازی دیگه سلکتیف امینو گلوبولین دیفیشنسی است که در سلکتیف امینو دیفیشنسی در این حالت دوستان و عزیز میگه ببینین انتیبادی آی جی ای دیفیشنسی داره. معمولا انتیبادی آی جی ای چی هستن؟ فقدان از این انتیبادی آی جی ای می باشه و دیگه انتیبادی ها در سوازی به فقدان انتیبادی آی جی جی و آی جی ام بسیار کم دیده میشه و مریض هایی که فقدان امی انتیبادی آی جی ای داره متکررن به انتانات قسمت های ساینس ها و شش ها چی میشه؟ مصاب میشه. در این حالت بیشتر قسمت های غش های مخاطی ما با التهاب روبرو میشه، چون در قسمت های غشای مخاطی و در قسمت های فرازات آیه بیشتر دیده میشه. وقتی که فقدان از این بوجود آمد، در این حالت امو شخص به انتانات سوانس و از انتانات شش ها بسیار چی میشه؟ مصاب میشه. خب در این حالت میگه در سوای عزیز شما انتیبادی میگه در این حالت این تداوی از یه یا باید توسط آیه گاما گلوبین تداوی نشود. چرا؟ نباید توسط آجی گاما گلوبین تداوی شود.
به خاطر از اینکه در سوی عزیز شما که انتیبادی آجی را از خارج میتین او شخص در مقابل از ایچ میکنن انتیبادی تولید میکنن و این انتیبادی کراس ریاکشن نشان میدن. پس این معنی از اینکه انتیبادی که در مقابل انتیبادی آجی خارجی تولید شود در مقابل خودش تولید میشه و او انتیبادی ها را از بین میبره. به این اساس دیگه هم فقدان انتیبادی آجی با وجود میاید. و دیگر در سبب عزیز باکتری های معمولا که در این حالت باعث ساینو پلمونر انفکشن میشه کدام انتیباری هاست؟ اینی سه انتیباری ها به بیشتر استفالوکوکس و استرپتوکوکس و هموفیلیس انفلوئنزا هست که بیشتر در این حالت باعث التهاب ساینس ها و ششها میشه. دیگر در سبب عزیز تی سل دیفیشنسی هست. تیسل دیفیشنسی که به شکل کانجنیتال به وجود میاد کدام سه مرض در بر میگیره؟ یکی تایمیک افلازیا یا دی جورج سندروم است، دیگه هم هایپر آی جی ام سندروم است و دیگه هم انترلوکین 12 ریسپتور دیفیشنسی می باشد. که در تایمیک افلازیا یا دی جورج سندروم در سوی عزیز دیگه ببینید که مجرات تیسل موجود نمی باشد و شخص با انتانات شدید ویروسی، فنگسی و پروتوزوایی چی میشه در این حالت مصاب میشه. خب مشکل اساسی در جده کجاست دکتر صاحب عزیز؟ مشکل اساسی در غده تایمس میباشه و دیگه هم در غده پارا تایراید ما میباشه، چون غده تایمس و پارا تایراید چی میکنن؟ نمو نمیکنن. و ما گفته بودیم که تیسل در صاحب عزیز تیسل مچوریشن از این در کجا صورت میگرفت؟ مچوریشن تیسل در تایمس صورت میگرفت. حالا که تایمس نمو نمیکنه اما تیسل چی میشه؟ کم میشه، موجود نمیباشه، به پختگی خود نمیرسه. و دیگه هم در صاحب عزیز پارا تایراید، غده پارا تایراید در این حالت چی میباشه؟ موجود نمیباشه. وقتی که غده پارا تایراید نبود هورمون پی تی اچ یا پارا تایراید هورمون چی میشه؟ نیست، تولید نمیشه. هایپوپاراتیروئیدیسم به وجود میاد. هایپوپاراتیروئیدیسم که به وجود آمد در سبب عزیز وظیفه پی تی چی بود؟ وظیفه پی تی اچ آوردن کلسیم از استخوان به دوران خون بود. پس در داخل دوران خون کلسیم کم میشه و چی را به وجود میاد؟ هایپوکلسیمیک تیتانی در این حالت به وجود میاد. خب و دیگه ای که ای اشخاص در سبب عزیز دیگه کاندیدا آلبیکانس و انیموسفاتیک کانینی از جمله انتانات معمول می باشه که در اطفال که سنشان از یک سال کمتر است در دی جورج سندروم بیشتر به وجود میه. و تداوی از دی جورج سندروم چطور میکنه؟ تداوی از یکی از تایمس ترانسپلانت است. خب دیگه هایپر آی جی ام سندروم است که در این حالت در سبب عزیز در این سندروم در وجود شخص انتیبادی آی جی ام زیاد تولید میشه، مگر در سطح انتیبادی های آی جی ای و آی جی ای چی میباشد؟ در داخل دوران خون کم میباشد. و بی و تی سل هم چی هستند؟ در سوی عزیز نرمال است و شخص در اوایل عمر به انتانات باکتری های چی میشه؟ زیاد مبتلا میشه. خب مشکل در کجاست؟ در هایپر آی جی ام سندروم دکتر سوی عزیز مشکل در سی فور تی سل است، مشکل در هلپر تی سل است دکتر سوی عزیز، چون در سطح اینی هلپر تی سل یک پروتین وجود داره. پروتین کدام پروتین دکتر سوی عزیز؟ پروتین سی دی 40 امی سی دی 40 که است، پروتین سی دی 40 او جینه که حالا مثلا کود از چی را بتا سی دی 40 بتا و در سطح هلپر تی سل دو جین چی میشون می باشن؟ میوتیشن می باشن. پس اینی سی دی 40 چی میشه دکتر سبی عزیز؟ در سطح هلپر تی سل قرار نمیگیره. یکی از وظایف اعظمی پروتین سی دی 40 چی است دکتر سبی عزیز؟ ای است که هلپر تی سل که دکتر سبی عزیز با بی سل یک جا شد توسط امی سی دی 40 که از دکتر سبی عزیز ای وظایف چی است؟ در کلاس سویچنگ رول داره. کلاس سویچنگ چی را میگه در سبب عزیز؟ میگه زمانی که خب اینی رو ببینید کلاس سویچنگ چی را میگه؟ زمانی که بار اول یک انتان داخل وجود میشه اول چی میشه؟ اول
انتیبادی آی جی ام باید تولید شود. خب بعد از این انتیبادی آی جی ام توقف میکنه و انتیبادی آی جی جی سطحش میشه بلند میره. این به شکل نرمال ماست. این کار کی میکنه؟ این کار توسط امی پروتین سی دی 40 صورت میگیره. حالا که در پروتین سی دی 40 میوتیشن در اون بالا مشکل است نیست، در سی دی 40 در سطح حجرات هلپاتیسل نیست، پس کلاس سویچینگ صورت نمیگیره. یعنی انتیبادی آی جی که تولید شد، امی برشین انتیبادی آی جی ام که تولید شد، امی سطح انتیبادی آی جی ام همه تو بلند میره و توقف نمیکنه و انتیبادی آی جی جی تولید نمیشه و سطح انتیبادی آی جی جی پایین میره و ایره ما میگیم هایپر آی جی ام سندروم. خب دیگه انتر لوکین 12 ریسپتور دیفیشنسی است دکتر ویزی میگه در فقدان دی حالت مشکل در چی هستن؟ در مشکل در انتر لوکین 12 ریسپتور بو اغزایی که در سطح هلپاتی یک وجود داشت فیست بخاطر چی؟ بخاطر انتر لوکین 12 همین ریسپتور ها حال چیز وجود نداره. وقتی که این ریسپتور نبود عکس العمل معافیتی حجروی باوجود نمیه. خب درسته باز روز ما گفتیم نه، اگر یاد شما باشه که نایف تیسل درسته باز نایف تیسل که به دو حجره تبدیل میشد، درسته باز یکی به هلپاتی یک تبدیل میشد و دیگه هم درسته باز این به چی تبدیل میشد؟ به هلپر تی، به هلپر تی دو تبدیل میشد. و درسته باز عزیز اینی هلپر تی یک که در سطحش دیجه چی بود درسته باز عزیز؟ بخاطر انتر لوکین 12 ریسپتور ها بود و اینی انتر لوکین 12 که می آمد به سطح از اینی تی یک درسته باز عزیز و بعد از این رکت میکرد تنبیه میکرد و باز این میرفت حجرات چی را تنبیه میکرد؟ سایتو توکسیک تیسل تنبیه میکرد و توکسیک تیسل درسته باز عزیز چی میکرد؟ و حجرات ویروسی را چی میکرد؟ از بین میبرد. سایست خب پس اگر درسته به عزیز اغذه ها بخاطر انترلوکین 12 نباشه اینی حجره ما، اینی حجره هلپاتی یک چی میشه؟ تنبیه نمیشه و امو عکس العمل معافیت حجروی دیگه باوجود نمیه و شخص ببینی که با انتانات ویروسی و فنگسی در این حالت چی میشه؟ مصاب میشه. بازی دیگه کمباین بی سل این تی سل دیفیشنسی یا سویر کمباین امینو دیفیشنسی دیزیز هست. خب در این حالت ببینید دوستان عزیز استیم سل مشکل در چی هست؟ در تفریق پذیری استیم سل میباشه و در این حالت دوستان عزیز اطفالی که تولید میشه اینها بی سل دیفیشنسی داره و دیگه هم تی سل دیفیشنسی، یعنی بی سل هم در این حالت وجود نمیباشه، بی سل هم وجود نمیباشه. خب هروز اگر یادتان باشه درسته بازی اولی که اینی حجرات پلوروپوتین استیم سل بود، باز بعد دو حجرات تبدیل میشد، یکی کامن مایلوید پروژنیتور بود و دیگه هم کامن لیمفوید پروژنیتور. صحیح بود. فرض مثال اینی چی بود؟ کامن این رفر کامن مایلوید نمی باشین کامن لیمفوید پروژنیتور. کازی کامن لیمفوید پروژنیتور درسته بازی سه حجره به وجود می آمد، نه یکی بی سل و بی سل بود، بی سل، تی سل و نیچرال کلر سل. حالا که مشکل در از اینی حجرات استیم سل باشه طبعا دیگه همیشه هستی که اطفال که تولد میشه بی سل هم نداره و تی سل هم نداره، چون تفریق پذیری در حالت صورت نمیره. و یایی که یک قسم اطفال که تولد شد در صحبه عزیز امی حجرات بی سل و تی سل خوچی میکنه یا موظف خدا انجام داده نمیتونه، چون یایی که در بخاطر از اینکه در سطحشان اینی بی سل و تی سل ریسپتور ها وجود نداره. مشکل در کجا میباشه؟ مشکل در اون جن میباشه که کور ساخت تی سل ریسپتور و بی سل ریسپتور نداره. سایز وقتی بی سل و تی سل ریسپتور نبود باز بی سل و تی سل تنبیه نمیشه. بعد از اینکه شما روز خوانه که بی سل و تی سل چی وظایف داشت در لکچر معافیت خلطی و معافیت حجروی دوجه ببینید که تمامش با شما واضح شده است. خب پس اگر یک شخصی که بی سل و تی سل نداشت در این حالت دکتر عزیز میگه اشخاص متکرم به انتانات ویروسی، باکتریایی، پروتوزوایی و فنگسی چی میشه؟ مبتلا میشه و اکثرا
این مبتلا شدن به انتانا در عمر 3 ماهگی شروع میکنه و این قسم اطفال در صاحب عزیز میگه متکرران توسط نیموسایتیک فارینی به نمونیا چی میشه؟ دوچار میشه و توسط کاندیدا البیکانس بچی با اورال ترش به این قسم اطفال که تولید شد، یعنی بیسل و دیسل که نداشت یا کمباین بیسل این تیسل دیفیشنسی که داشتن در صاحب عزیز، یا دیگه زیاد کاندید بایی هستن که به نمونیا اخته شو و یا هم اورال ترش چی شو مصرف شو. خب کسایی که در صاحب عزیز کمباین بیسل این تیسل دیفیشنسی داشته باشه نباید او واکسین هایی را مابطین که از مایکروگانیزم های ضعیف شده چی شده ساخته شده، این قسم واکسین ها باید ندیم. مثلا چرا؟ چون همی ویروس ها باز در وجود همی شخص چی میشه؟ زنده میشه و باعث مرض همی شخص میشه. در این حالت که ما بتانیم به مریض مفید باشه نقص به با او میرسانیم، چون ویروس های ضعیف شده زنده معافیت شخص ضعیف است و همی ویروس ها سر وجود شخص چی میکنن؟ حمله میکنن و بعد از زنده میشن. و این قسم اطفال باید از مکروخواب قایه شود دیگه ای که بون مارو ترانسپلانت در این حالت بسیار خوب صورت میگیرد، چون رسو به عزیز بی سل هم نیست و تی سل هم نمی باشه، سیستم معافیتی دیگه چی هستن؟ دپرس هست و پیوند چی میشه؟ رد نمیشه. دیگه هم ویست کوت هلدرچ سیندروم هست. خب این هم اکس لینک یک مرض اکس لینک می باشه و در اطفال مذکر بیشتر دیده میشه. خب در صاحب عزیز مشکل در ایجاد چی هستن؟ در ویسکورت الدرش سندروم مشکل در چی هستن؟ میگه در این حالت میگه رسپانس انتیبادی آی جی ام در مقابل کپسول باکتری ها چی می باشه؟ موجود نمی باشه و فکر میشه که مشکل باید در این حالت مشکل در تی سل می باشه، چون امی تی سل نمیتونه که بی سل چی بکنه؟ تنبیه بکنه و بی سل باز انتیبادی ها را تولید بکنه. خب در ویسکورت الدرش سندروم در صاحب عزیز انتیبادی آی جی ام سطحش پایین است و دیگه انتیبادی ها چی میشه؟ نرمال میباشه و در این اشخاص باز هم اطفال متکرن به انتانات چی؟ باکتری مثلا نموکاکس بسیار چی میشه؟ مبتلا میشه. تداوی از این هم بون میرو ترانسپلانت میباشه. تشکر از توجهتون.